برد دزدی را سوی قاضی اساس، برد دزدی را سوی قاضی اساس، خلق بسیاری روان از پیش و پس. گفت ملا، چون قاضی ها ملا بودن دیگه در قدیم، گفت ملا زین خطاکاری چه سود؟ دزد گفت از مردم آزاری چه سود؟ گفت هان برگوی شغل خیشتن، گفت هان برگوی شغل خیشتن، گفت هستم همچو قاضی راهزن. گفت آن لعل بدخشانی چه شد؟ گفت میدانیم و میدانیم چه شد. گفت میدانیم و میدانی چه شد. گفت آن زرها که بردستی کجاست؟ گفت آن زرها که بردستی کجاست؟ گفت در همیان چرمین شماست. گفت نزد کیست آن روشن نگین؟ گفت نزد کیست آن روشن نگین؟ گفت بیرون آر دست از آستین. دزدی پیدا و پنهان کار توست، مال دزدی جمله در انبار توست. تو قلم بر حکم داور میزنی، تو قلم بر حکم داور میزنی، من ز دیوارو تو از در میزنی. حد به گردن داری و حد میزنی، گر یکی باید زدن صد میزنی. میزنم گر من ره خلق ای رفیق، میزنم گر من ره خلق ای رفیق، در ره شرعی تو قطاع الطریق، در ره شرعی تو قطاع الطریق. دست من بستی برای یک گلیم، خود گرفتی خانه از دست یتیم. دست من بستی برای یک گلیم، خود گرفتی خانه از دست یتیم. حاجت ار ما را ز راه راست برد، حاجت ار ما را ز راه راست برد، دیو ملا را به هر جا خواست برد. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک هممیهنان ارجمند در هر کجای جهان هستند، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون پارس می آغازم. چامه بسیار شیوا و پرمغزی رو که شنیدید از پروین اعتصامی، شاعر زن فیلسوف ایران بود. بیگمان دقت کنید در هر نقطه‌ای از پهنه ادب ایران، در هر جایی که سخنی از یک فیلسوف ایرانی است، در هر جایی که سخنی از یک چامه‌سرای ایرانی است، یک متفکر ایرانی است، بیدرنگ می‌بینید تیغ تیز حمله اونها رو به آخوند و ملا و قاضی‌های عمامه به سره. در درازای تاریخ این بزرگان ملت، این بزرگان به ملت ایران گفتند که از این گروه، از این گروه دستار به سر و نعلین به پا بپرهیزید. اینها گرگ هایی هستند در رخت میش. صدها هزار بیت شعر ما داریم در همین زمینه. صاحب میگه مخور صاحب فریب زهد از عمامه زاهد، مخور صاحب فریب زهد از عمامه زاهد، که در گنبد ز بیمغزی صدا بسیار میپیچد. خیام میگه ای مفتی شهر از تو پرکارتری، با این همه مستی ز تو هوشیارتریم. تو خون کسان خوری و خمینی،
تو خون کسان خوری و ما خون رزان. انصاف بده، کدام خون خوارتری؟ بی نهایت از این شعرها داری، بی نهایت. چقدر این بزرگان کوشیدند، گفتند، نوشتند، سرودند که این ملت بشناسن اینا رو. تنها یک روش انکار ناپذیر و گریز ناپذیر در اجتماع هست، این است که آدمی زمانی که زاده میشه نادان زاده میشه. به گفته ایرج میرزا، هیچ یادم نرود این مطلب که مرا مادر من نادان زاد، پدرم نیز چه استادم دید، گشت از تربیت من آزاد. پس مرا جمله از استاد بود، که به تعلیم من استاد استاد. بعد دعا میکنه استادشو، گر بمرده است روانش پر نور، ور بود زنده خدا یارش بود. پس آدمی اول نادان زاده میشه و آخوند دامشو همون جلو اون نادانا پخش میکنه قبل از اینکه دانا بشن. یادم میاد زمانی که اون کفتار خونخوار خمینی آمده بود و سوار کار شده بود و شمشیر کشیده بود و گردن میزد و تیرباران میکرده اینا و حمله کرد بعد به دانشگاه با نهایت پررویی. آدمی که از دانشگاه دفاع میکرد با نهایت پررویی به دانشگاه تاخت و گفت همه بدبختی های ما از این دانشجویان و دانشگاه هاست و اینا. بعد روانشاد اسماعیل راین نامه ای نوشته بود، گفت اینو برای خمینی میخوام بفرستم. نوشته آقای خمینی، اگه میخوای واقعا راحت باشی و اگه میخوای این دردسرا رو نداشته باشی، از سیکل اول متوسطه به بعد رو منحل کن، نه از کلاس نهم به بالا کسی درس بخونه، نه بره و دانشگاه رو بخونه. با یه مش ابله سر و کار خواهی داشت، راحت حکومت میکنی و صدای کسی هم دریا گردنشون میزنی و اینا همه به به چه چه میگن، الله اکبر الله اکبر میگن. و درست میگفت، البته نفسات چون عمرش کفاف نداد. به هر روی همیهنان سخنان بزرگان رو بخوانید. این زن فیلسوف چقدر شیوا در سال 1120، 72 سال پیش این چامه رو سروده، درست مثل این که برای امروز سروده. گفت حد گردن داری و حد میزنی، گر یکی باید زدن صد میزنی. میزنم گر من ره خلق، ای رفیق در ره شرعی تو قطاع و طریق. به هر روی امیدواریم که ملت ایران سخنان بزرگانشون بشنون. و یکی از اشکالهایی که بر رژیم پیشین گرفته میشد همین بود که نگذارد مردم این جانور ریشدار رو بشناسن. من چی میگم؟ اصلا همکاری میکردن آیت الله ها با دربار، برای هم دیگه پیغام میفرستادن که اینو بگم اونو بگم، یا اونو میگی من اینو بگم. در مورد حمله به بهائیان قبلا میان دربار و آیت الله بروجردی توافق شد. نوشته آقای فلسفی رو بخونید، خاطرات فلسفی رو بخونید. اول رفتن به خدمت اعلیحضرت گفتن که میخوایم یه همچی کاری بکنیم، در ماه روزه حمله بکنیم به بهائیان. شاه گفته من حرفی ندارم، ولی از آیت الله بروجردی اجازهشو بگیری. بعد که میره فلسفی می‌نویسه وقتی رفتم پیش آیت الله حاج آقا حسین بروجردی،
جریان رو که گفتم ایشون گفت خب اگه شما موافقه که من که قبلا پیشنهاد کرده بودم دیگه و بکنید این کار رو. بعد اینا رو برای اون کسانی میگم که دارن تاریخ رو تحریف میکنند. آقای فلسفی نوشته، بعد رفتم پیش آقای دکتر مصدق زمانی که مصدق نخست وزیر بود، گفتم که آیت الله بروجردی پیغام دادن به من که حضورتون بگم که عالی جناب این بهایان به قول معروف میدان یافتن و دارن شلوغ میکنن و دارن نفوذ میکنن در اجتماع. مصدق گفت خب چیکار کنم؟ گفت جلوشونو، فلسفه مینویسه که گفتم جلوشونو بگیرید. گفت زد زیر خنده بلند، آقا کجای کاری؟ اینا ایرانی هن، من چجوری جلوی ایرانی رو بگیرم؟ کار خلاف قانونم که نکردم. افسوس این موقعیت ها از دست ما در رفت. حالا پند بگیریم و باز نگید که آقا گذشت 40 سال پیش 50 سال پیش اینا رفتن مردن تموم شد. آقا اگه اینجوره پس در تاریخ رو ببندید بذارید کنار، بشید یه ملت 20 ساله اصلا نگاه نکنید به تاریخ، بذارید همینطور که تا حالا کلا سرتون رفته بازم کلا سرتون بره. شما که عادت دارید به تجدید تاریخ، به تکرار تاریخ، بازم تکرار کنید. به هر روی امروز میخوام یه زمان بیشتری رو به همیهنان ارجمند در زمینه زبان فارسی بدم. بر این پایه پرسشایی که تا حالا اومده و بسیار هم هست، برخی از اونها رو که میشه روش بحث و گفتگوی زیادتری هم کرد در آغاز میگم، اگر زمانی موند که همه رو خواهم گفت. سرور محمد رضای سخنشنو، حالا نمیدونم این اسم مستعاره یا نه، میپرسیند واژه تحلیف ته دو نقطه هی جیمی لام یه و ف، واژه تحلیف یعنی چه؟ به که در مورد این آقای آخوند روحانی هم گفتن مراسم تحلیف، یعنی چه؟ پاسخ سرور سخنشنو، تحلیف یک واژه تازی است که از ریشه حلفه یا حلیف میاد و به معنای سوگند دادن یک کسیه. یعنی یه آیینی برپا میشه، یه آدمی که میخوان یک کاری رو به دستش بدن، کار حساسه، اونو میارن اونجا میستن، یه سوگند نامه هم جلوش میذارن، اون آدم اون سوگند رو میخوره، سوگند میخوره که بله. چون میدونید واژه سوگند با فعل خوردن به کار میره و بعد سرگرم کار خودش میشه. برخی میپرسن لابد سوگند یعنی چی؟ سوگند واژه پارسیه، یک نوع آبگونهی بوده آغشته با گوگرد. در گذشته این در جلوی دادگاه ها و قاضی ها وقتی دو نفر درگیر میشدن و ماجرای میانشون پدید می اومد، قاضی دستور میداد که این آبگونه رو بیارن. این آبگونه سوکنتا اسمش بوده که بعد در زبان پهلوی شد سوگند در زبان پهلوی ساسانی، و میداد که اینا بخورن. میگفت اگر هر کدوم اینا خوردن و مردن اون دروغگو بوده. حالا عجب تزی، حالا یه وقت هر دوشون مردن. بر روی از اونجا واژه خوردن باز واژه سوگند همراه شد. سوگند میخورم، از اون نظر میگن سوگند، یعنی سوگند که حرف زدنه، باید بگن سوگند یاد میکنم مثلا، یا سوگند میگویم. بر روی این واژه است. بنابراین تحلیف ته دو نقطه هی جیمی لام یه ف، یعنی سوگند دادن یک کسی. بانو سین الف از ایران، ایشون مخصوصا نوشتن من از ایرانم،
به همین دلیل هم نامشون رو من فقط بند واژه های نخست نامشون رو گفتم. از ایشان میپرسند واژه‌ای که به هنگام مشاجره، مشاجره لفظی میان دو تن به کار میرود و یکی از آن دو این رو، این واژه رو به نسبت به دیگری به کار میره، من نمیدانم سرور انقطاع دیکته این واژه چه جور نوشته میشه، همچنین نمیدانم چه معنایی برای آن روشن است. و اون واژه جهد است، جیم، هی جیمی. خوب دقت کنید، هی گرد نیست، هی جیمیه، جیم یا با هی جیمی و دال. آیا جیم با هی جیمی و داله یا با جیم و هی حوز و داله، مثل جهد و کوشش، یا جعله که میگن چقدر جعل میکنی، یا جهله چقدر جهل میکنی، یعنی چقدر خودتو به نادانی میزنی، و کدوم اینها درسته؟ نخست بگید کدوم اینها درسته و دوم اینکه با چه نوشته میشه و چه معنایی داره. بانوی ارجمند، هنگامی که کسی از مشاجره با کسی خسته میشه به اون میگه چقدر جهد میکنی با هی جیمی، جیم هی جیمی یعنی هی به اصطلاح جوادی و دال. این واژه نه جیم هی حوز و داله و نه جیم و عین و لامه و نه جیم و هی و هی گرد و لامه، هیچ کدوم اینانه، جیم هی جیمی و داله. این به معنای انکار کردنه، واژه تازیه و در افکار دیگران پافشاری کردن یا در افکار خودش به سود افکار خودش پافشاری کردن. همچنین جهد، جیم، هی جیمی و دال معنای منکر شدن چیزی رو هم میده. جیم، هی جیمی و دال، این واژه نه جهد به معنای کوشش، نه جهل به معنای تقلب خودعه و نه جهل به معنای نادانی است. سرور حسین مکتبی میپرسه واژه چاق چه الف قاف، واژه چاق از چه زبانی است؟ اگر پارسی است چرا قاف دارد؟ اگر تازی است چرا چه دارد؟ پاسخ اینه سرور گرامی، چاق واژه ترکی است. در ترکی هم چه وجود داره هم قاف، و به خلاف پندار همگانی در زبان ترکی به جای فربه و گوشتالود به کار نمیره، بلکه چاق در زبان فارسی به معنای فربه و گوشتالوده، در ترکی معنای تندرستی و سلامتی و کمال رو میده. خوب دقت کنید، میگه که چاق سلامتی کردیم با یارو، چاق سلامتی کردیم یعنی احوالش رو از نظر تندرستی و کمال پرسیدم. یا میگه دماغ چاقه، منظور دماغ نیست، منظور مغزه، مغز تازی دماغ هم گفته میشه، یعنی آیا فکرت سلامته؟ ببینید اون معنی نداره، مغز میتونه چاق باشه. بر این پایه چاق نخست واژه ترکیست، دو به خلاف زبان فارسی معناش در زبان فارسی معنی کمال رو میده و تندرستی رو میده، و در زبان پارسی چاق به معنای فربه اومده و گوشتالود، و در زبان تازی هم به یه نفری که چاق هست میگن سمین، با سین سین میم یه نون، سمین. بر این پایه گوشتالود، فربه، سمین و اینا در زبان پارسی و تازی به معنی چاقه. سرور جمشید ایران دوست میپرسه آیا این حلیمی که ما ایرانی ها صبح ها میخوریم با کدام ه نوشته میشود؟ چون من و دوستانم درگیر این
مسئله شدیم. زیرا تا آنجایی که من دیدم مغازه هایی که حلیم میپزند و میفروشند اون رو با هی جیمی مینویسند، اما یکی دو تن از دوستان میگویند نام این خوراکی باید با هی دو چشم یا هی گرد نوشته شود. سرور جمشید، دوستان شما درست میگویند. این خوراکی که با هی گرد و لام و یه و میم نوشته میشه تازیه. پارسی اون هریسه یا هریسه است. هی گرد ر ی سین ه. اون حلیمی که با ه می نویسه با های جیمی تازیه، اونم مثل حلیم با های دوچشم هر دوشون تازیه هم. ولی اونی که با های دوچشم و لام و یه و میم و در پارسی هریسه گفته میشه به همین خوراک صبحانه میگن، و اونی که با های جیمی و لام و یه هست به معنای صبور و شکیباست. اگر شما دیده اید که بر روی شیشه فروشگاه های هریسه پزی با هی جیمی نوشتن، اون همون سواد آقای حلیم پز است که نباید بیش از این از او چشم داشت که چنین نادرستی رو می نویسه. با دوستانتون دیگه جر و بحث نکنید و حلیم با هی دو چشم. من از دوست ارجمندم آقای مهندس سپر خواهش میکنم آگهی اگر هست هر دو نوع آگهی بگذارن، برمیگردیم و تلفن رو باز میکنیم با بینندگان ارجمند سخن خواهیم گفت. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. بینندگان ارجمند، مهندس سپر شماره اتاق پخش رو هم گذاشت روی پرده. اون 661-254-8757 تلفن خانه ای منه که اگر بعدها این بازپخشش پخش شد میتونید از اونجا هم زنگ بزنید، هم پرسشی اگر دارید، هم در مورد کتاب ها اگر درخواستی دارید یا پرسشی دارید میتونید با اون شماره سخن بگید، نه هم اکنون که در برابر تلویزیون من قرار دارم. تا تلفن ها شروع شه من چند پرسش دیگری که شده میگم. پرسیدند که فارسی مزرعه چیه؟ حافظ میگه مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو. مزرعه در زبان فارسی کشتزاره، سالهاست که همه میدونن و میگن.
بیپر همین سرور ارجمند پرسیده متضرر فارسی چی میشه. ما پیش از اون ببینیم ریشه واژه ضرر به فارسی چیه. ضرر تازی فارسیش میشه زیان. متضرر آدمی است که ضرر کرده، بنابراین میشه زیانکار. زیانکار. بعد زار رم داریم، زار یعنی ذات و الف و ر. زار ریشه است و در فارسیش میشه زیانی یا زیاندار. پرسیدند کمپوت فارسیش چی میشه؟ کمپوت فارسیش میشه خوشاب، خوشاب یا خوشاب. الو بفرمایید. درود جان. بفرمایید. درود بر شما. الو بفرمایید. الو الو صدا نمیاد. حال شما خوبه؟ سپاسگزارم. بفرمایید. من این پرسی از شما دارم. خواهش میکنم. شما از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شدی که این دکتری رو به دم خودت بستی؟ برای مردم بگو. خب حالا فهمیدید چیکار کنم. از دانشگاه گلوبال یونیورسیتی. خب بفرمایید. الو سلام آقای دکتر، خسته نباشید. درود بر شما. متشکرم. من میخواستم بدونم که به جای کلمه متهم در زبان عربی هستش در فارسی چی میتونیم بگیم؟ متشکرم. بله میخواید قطعش بکنید؟ من باز تلویزیون بهتون میگم. بله ممنون. خواهش میکنم. متهم میشه دادخوانده، یعنی کسی که یک جرمی رو مرتکب شده و بعد یک آدمی آمده و این زیان رو به این آدم زده. اون آدمی که رفته شکایت کرده دادخواه، رفته دادسرا، رفته دادگاه، دادخواهی میکنه، بنابراین اون آدم شاکی میشه دادخواه. و اون آدمی که پرونده علیه اون تشکیل شده میشه دادخوانده، کسی که خواستنش برای اینکه داد اون شخص رو بگیره. شنوندگان ارجمند بر روی همون شماره تلفن میتونید زنگ بزنید، بقیه پرسش ها رو من جواب میدم. پرسیدن که این روزا در این اخبار دادگستری و غیره میخونیم که نوشته که فلان کس رو دیه کردم. دیه یعنی چی؟ دیه یه واژه تازیه به معنای خونبها. خونبها. بنابراین این نکته فکر میکنم جواب شما رو بده. ببینید یه دوستی نوشته که دستگاهی هست که چند، من البته متوجه شدم وقتی اسم دستگاه رو فهمیدم، ولی توضیح هم داده که چند تخته حساب شده مدرجی اینا رو با پیچ وصل کردن، این مثل چیز چند تا با هم دیگه کار میکنه، سر یکیش مداده و سر یکی دیگهش یه چیزی مثل ساچمه هست که میگردونن. اینه بهش میگن پانتوگراف. پانتوگراف و درجه هایی داره. رو هر کدومش که میگذارید حرکت که بدید، اون چیزی که مثل ساچمه نرمه اون بر مداد حرکت میکنه. یه عکس، یه نگاره زیر این میذارن و این رو روی اون نقشه حرکت میدن. اون خود به خود به علت اینکه این چوب ها با هم اینجوری حرکت میکنه اون را میره و تصویر رو بزرگتر یا کوچیکتر بسته به اون درجه که بهش میبندی نقش میکنه. این پانتوگرافه که به وسیله اون میشه نقاشی ها رو بزرگ و کوچک کرد. این پانتوگراف رو در فارسی گذاشتن، فرهنگستان گذاشته مانند نگار. بله خواهش میکنم این رو سپر جان بیا. بله این پانتوگراف، این دستگاه دقیقا پانتوگرافه که سر اون دست چپی اون سر مداد گذاشته میشه و این وسط، درست وسط نقشه اونجاییست که
روی نقاشی حرکت میکنه و اون مداد به همون ترتیب بزرگ و کوچک میشه. الو بفرمایید. جناب آقای دکتر انقطاع، درود بر شما. بر شما. من یه سوال داشتم راجع به پسبند ور. وز؟ ور واو و ر مثل ورز. ورز. بله 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 بله. و میخواستم ببینم که لغت شهری ورم به این با این پسوند ور هست نه. نه. یک معنی معنوی هم در اون هست یا نه؟ نه اون وره، اون وره اصلا. بله این ورزه. ورز. این ورزه و اون وره. حالا هر دو رو خدمتون میگم. مرسی. ببین پس از تلویزیون گوش بدید. بله. ورز در زبان پارسی یعنی کار دشوار، کار دشوار. ورزیدن یعنی کار دشوار کردن. کشاورز که از ریشه کشتن که اول میاد، اون میانوند الف میاد روش، ورز هم پشتش سرش میاد، کشاورز. بنابراین کشاورز یعنی کسی که با در کشتن کار دشواری انجام میده، به سختی و دشواری کار کش رو انجام میده. پس این ورز، ورزش، خود ورزش یعنی کار دشوار و سخت. در زبان تازی به ورزش میگن ریاضت، الریاضه یعنی ورزش. اما ور، ور یعنی دارنده. تاجور که به شاه میگفتن، تاجور یعنی دارنده تاج. سرور یعنی کسی که سرپرست، سر ما رو در اختیار داره، یعنی این تعریف بسیار بالایی است که به یه نفر گفته میشه. بعد داریم از این نمونه‌هایی که ور در دنبالش میاد خیلی داریم، اون با این فرق داره. اما شهریورم این داستانش داستان دیگری است، برای اینکه نام یکی از فرشتگانه و فرشتگان نگهبان غلات و کشتزارها و کشتکارهاست. الو بفرمایید. آقای دکتر انقطاع صحبت کن. درود بر شما خانم، من انقطاع هست. سلام از میکنم آقای دکتر. درود بر شما. خواستم یه سوال ازتون بکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. ارز کنم خدمتون که زمانی که امیر کبیر کرد، خانومش که شاسته خانوم بود و دوتا بچه داشت، عاقبتشون چی شد؟ والا خیلی مفصله و این رو در کتاب امیرکبیر نوشتم، با این همه خدمتتون الان میگم. شما از تلویزیون گوش بدید. عرض کنم امیرکبیر خواهر 14 سال، داستانش مفصله. قبلا امیرکبیر دختر عمه خودش رو داشت و از او یک پسر و دو دختر داشت. بعد که صدر اعظم شد به دلایلی از او جدا میشه، از دختر عمه خودش، و عزت و دوله خواهر ناصرالدین شاه، اونم به دستور ناصرالدین شاه. چرا؟ برای اینکه زمزمه افتاده بود که آقا این امیر کبیر بچه آشپزه، حالا اینقدرش گندش کردید و آوردید اینجا، آخر نمیشه که نخست وزیر ایران یه بچه آشپز باشه و هیچ به بزرگان نسبت نداشته باشه. این افکار احمقانه که خیال میکنه هر کی جاه بالایی داره باید حتما پدرش هم وزیر باشه، پدر بزرگش هم وزیر باشه، اینو نه. اینا ایراد گرفت، این ایرادا به گوش ناصرالدین شاه رسید. اون زمانی بود که هنوز ناصرالدین شاه نیاز داشت به امیرکبیر، هرچند این جواب تاریخیه ولی با این حال من خدمتتون میگم. بعد برای اینکه این دهان مردم رو ببنده، اومد به خواهرش تکلیف کرد که بیا زن این بشه. خواهرش 14 سالش بود، امیرکبیر 39 سال 40 سالش بود و مخالفت کرد با گریه و زاری و با توپ و تشرهای ناصرالدین شاه و نصیحت‌های مادرش مهد اولیا، چون تنها خواهر یا و حتی برادر تنی ناصرالدین شاه بود، بقیه ناتنی بودن. بالاخره این عروس میشه. اما شخصیت امیرکبیر، قدرت نفوذ روانی امیرکبیر،
چنان در این دختر 14 ساله نفوذ کرد که این زن بزرگترین حماسه فداکاری برای شوهر رو به جهانیان نشون داد. با اینکه امیرکبیر تبعید شد، ناصرالدین شاه گفته بود شما میتونید نرید و با بیایید در دربار پادشاهی، خواهر من هستی. امیرکبیر بهش نصیحت کرد که شما نیاین. دو تا بچه کوچیک داشته که 3 سالش بوده که 5 سال 4 سالش بسی که و اینا بچه‌ها صدمه می‌خورن. گفت نه، من با تو میام، هر جا برید من با تو میام. و رفت و در دوران تبعید هم چون میدونست که ممکنه نخست وزیر یعنی امیرکبیر رو مسمومش کنن، مرتب مواظب امیرکبیر تمام غذاهای امیرکبیر اول میچشید، بعد از یک ساعت و نیم میگفت امیرکبیر اون غذا رو بخوره. خیلی زن فداکاری بود. بعد که امیرکبیر درگذشت و او فهمید خب ناصرالدین شاه کشتتش، آمد و حالا کاری نداریم که بدترین ناسزاها رو بهش گفت. حتی بچه های امیرکبیر، این دوتا دختر، هر وقت بچه های حاجب الدوله رو میدیدن که عامل قتل امیرکبیر بود، با چنگ و دندان به اون دخترهای حاجب الدوله حمله میکردن و اینا رو از هم جدا میکردن. بعدا زن یکی از درباریان شد، نمیخواست دیگه ازدواج کنه، ولی بعد که مجبور شد به شرطی زن اون درباری شد که اصلا با اون روابط زن و شوهری نداشته باشه. و اون مرد، حالا نامش به خاطرم رفته، چنان بزرگوار بود، چنان انسان بود که رعایت همه این مسائل و شرطی که کرده بود با عزت و دوله کرد و بعد هم درگذشت و طلاق گرفتن و درگذشت. حالا نکته جالب این است که یکی از دخترای امیرکبیر زن مظفرالدین شاه شد. بنابراین محمد علی میرزا که بعد شد محمد علی شاه، که پسر مظفرالدین شاه بود، خیلی جالبه بدونید که پدر بزرگ پدریش ناصرالدین شاه بود، پدر بزرگ مادریش امیرکبیر بود و اون پدر بزرگ پدری پدر بزرگ مادری اون کشت. خیلی جالبه. و نوه این دوتا شد پادشاه ایران، که البته اون با اون قلدری که در ذهنش اینها بود مجلس رو به توپ بست و اینا. بعدم عزت و دوله اجازه گرفت از ناصرالدین شاه، امیرکبیر رو بردن در کربلا به خاک سپردن. و بعدها زمان رضا شاه، آقای علی اصغر حکمت که سفیر ایران در کربلا بود، گزارشی داد به شاه، به رضا شاه، که وضع امیرکبیر، وضع مزار امیرکبیر بسیار تأسف انگیزه و بسیار به هم ریخته و مخروبه و ایناست. بعد رضا شاه دستور داد که اونجا رو بسازن دوباره از نو و این کار رو کردن. چون بعدن مادر آقای دکتر مصطفی مدیر کیهان، مصطفی حالا یادم میفته، مصباح‌زاده، دکتر مصطفی مصباح‌زاده، مادرش که درگذشته بود وصیت کرده بود ببرن کربلا ها کنن، میارن پهلوی قبر امیرکبیر خاکش میکنن. به همین دلیل دکتر مصباح‌زاده بعدن از محمد رضا شاه اجازه میگیره که متولی اونجا بشه و اونجا رو اداره کنه. و بعد همت میگماره به صورت آبرومندی اونجا رو در میاره که هنوز هم اونجا به قول معروف زیارتگاه عاشقان ایران و ایرانیه. الو بفرمایید. آقای انقطاع درود بر شما. درود بر شما قربان. آقای انقطاع من می‌خواستم ببینم این واژه مغلطه یا مغالطه اولا پارسیه یا تازیه و به چه معنی؟ اصلا عربیه کاملا. مغلطه میم و غین و لام و تین و حس. بله. از غلط نمود کردن آمده، غلط نشان دادن. یعنی شما میخواید از تلویزیون گوش کنید؟ تلویزیون گوش میکنم، سپاسگزارم. خواهش میکنم. ببینید
این ریشه های این واژه ها مرتب میره در باب های زبان تازی شکل شود میشه. فعل، یفعل، مفاعل، مقاطع، همینطوری که میاد هر فعلی رو. حالا مغلطه از غلط اومده، ریشه غین و لام و تینه. مغلطه در باب مفعل است، بنابراین به معنی غلط نشان دادنه. میگن آقا شما این وسط اومدی مغلطه میکنی، یعنی یک بحث درست رو به راه غلط داری میندازی. امیدوارم که جوابشون رو گرفته باشی. الو بفرمایید. جناب انقطاع خواستم صحبت کنم. درود بر شما، من انقطاع هستم. جان درود بر شما، من انقطاع هستم. تلویزیونتونم یواش کنید. سلام علیکم. درود بر شما. فداتون بشم آقای دکتر. بنده از چیلیباک کانادا صحبت میکنم. هفت سالی. خواهش میکنم تلویزیونتون یواش کنید آقا. چش رو چشم. ببخشید. حتما حتما جناب دکتر. جناب دکتر بفرمایید. سلام عرض کردم. درود بر شما. ساحت رفیع از سالی. خواهش میکنم. من که بنده در یک جای خوندم این عربی نوشته بود لأن الغول لن تتیغنی والغلوب لن تسعنی. بله. تتیغنی ته مزارعه است، تای مؤلفه و قاف و نون و با. لأن الغول لن تتیغنی، یعنی به این که به صلاح عقلها هرگز منو طاقت نمیتونم بیارم. خب آره بفرمایید. بفرمایید. جناب دکتر بنده یه جا خوندم در عربی، من معنوش توش موندم، لأن العقول لن تتیغنی والقلوب لن تسعنی. اینجا تتیغنی با ته مضارعه از تای مؤلف نون یه که یه ضمیره، والقلوب لن تسعنی. خواستم اینو منظورش، من معناش درست فهمیدم که هرگز به اصطلاح عقل ها منو طاقت نمیتونم بیارم و قلب ها لن تسعنی، یعنی چی؟ والا من نمیدونم، شما برنامه فارسی اومدید نه برنامه عربی، و بسیاری از واژه های عربی ممکنه در جاهای دیگه معنی به قول معروف معنی زد بده، اینها رو بعضی لغات عوض میشه. تا اونجایی که میگه من عقل ها به قلب من درست در نمیاد چیزاشون، و با قلب ها دیگه معلوم نیست که یعنی چی، من نمیدونم. اگر شما خودتون میدونید که سین این نون یه تسعنی، ت سین بله نون این این نون یه تسعنی. نمیدونم، ببینم براتون میگم، یادداشت کردم که ببینم براتون بگم. من رفتم تو مصدر به اصطلاح اونها رو تو المنجد، تو المنجد میتونید پیدا کنید. آها متشکرم، ممنونم. خواهش میکنم. الو بفرمایید. الو درود بر استاد گرامی، استاد انقطاع. درود بر شما قربان. استاد گرامی من یه پرسشی از شما داشتم، آن اینه که یه واژه‌ای که تازه به اصطلاح پسند شده توی تلویزیون ها مخصوصا از آمریکا به ایران رفته، واژه دونیشن. بله. میگن کمک های مالی. بله. دونه اولا این ریشه فرانسه است، دوناسیون بوده. دوناسیون بوده شده دونیشن، حالا شده دونیشن بوده یا مثلا هرچی بوده الان دیگه شده دونیشن. اینا رو کمک های انسان دوستانه رو میگن دونیشن، کمک های انسان دوستانه. من یک واژه‌ای میخواستم از شما فراجان شما ببینم این واژه میشه جایگزین این واژه دونیشن باشه یا نه. فراجان شمایی؟ بله. درود مجدد بر خواهش میکنم. بله حالا این واژه‌ای که در گذشته به کار میره و هممیهنان زرتشتی ما هم ازش کاربری میکنن، واژه دهش. دهش دهش یا تو داد و دهش کن فریدون. بله بله. یا اینکه خودشون هم به کار میبرن اتفاقا در نوشتارهاشون میبرن که فلان مثلا فلان دبستان با دهش شهر. بله بله زرتشتی ها همه دهش میگن. بله. اینو میشه ما به اصطلاح رایجش بکنیم، پسندش بکنیم، روانش بکنیم در پارسی امروزی؟ یعنی دونیشن یا دهشو؟ نه دونیشن رو بهش بگیم دهش، مثلا تلویزیون. خب بله در ترجمه کاملا منطقیه، حتما این کار میشه کرد، اصلا این یکی از بهترین پیشنهادهاست، این معلومه.
چون حالا اولا که ریشه معلوم نیست یکی باشه یا نه، ولی به هر روی دقیقا این دهش در قالب دونیشن میاد. بله یک دنیا سپاسگزارم بله. از شما. خواهش میکنم فراد جان، حتی الان من توی انجمن زرتشتیان خیلی میرم و میام، در اونجا تمام این کمک هایی که میشه برای ساختمان ها و برای کتابخونه ها و اینا همه رو زیرش مینویسه دهش فلانکس، دهش فلانکس، دهش فلانکس. منم دیدم اتفاقا. بله هستش. نشریاتشون در هفته نامه هاشون میبینم، در ایران هم هست. میبینم بله. دهش فلان شخص، دهش آقای مثلا ارباب خسرو یا هر کسی. بله 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 دهش. میتونیم از این به جای واژه دونیشن کمک های مالی، چون کمک میدونید که ترکیه مالی هم که عربیه. کمک بله کمک مغولیه. ترکیه مغولیه. میتونیم دهش به کار ببریم. و به قول معروف خیال خودمون رو راحت کنیم. من یه پرسش دیگه هم از شما داشتم. خواهش میکنم بگو. و اون اینه که ما در بستگی با واژه مغلطه. بله. کسی که میخواد یه دروغی رو راست نشون بده. بله به راه غلط انداختنه دیگه. بله یعنی اینه میشه به فارسی اگه بخوایم یه واژه جایگزین براش پیدا بکنیم میشه بگیم راست نمایی. آخه حتما که دروغ و راست نمی کنم، بعضی وقتا راست رو هم دروغ نشون میده. آها آها بیراه اندازی میشه گفت. بله بله به بیراه اندازی. سپاسگزارم. من از شما سپاسگزارم، همیشه کار ما رو به ارزش میدی بهش. سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. قربان تو، شب و روزت خوش. بیچ دیگر شنوندگان ارجمندی که همه خطا پره بر روی خط آمدن، ناگزیرم بعد از برنامه بهش پاسخ بدم. همیهنان ارجمند، زمان من در اینجا رفته رفته داره به پایان میرسه. با سپاس از مهندس سپهر گرامی در اتاق فرمان و با سپاس از یکایی که شما که وقت ارزشمند زندگیتون رو به این برنامه میدید، همگی شما را به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که سرزمین ما، کشور ما، میهن ما از گیر این ابلهانی که آمدن به عنوان علما، به عنوان علما، من نمیدونم آداب دستشویی رفتن و آداب نمیدونم مرده چال کردن چی کار به علم داره که اینا که جز این کار بلد نیستن چجوری خودشون رو علما میذارن. به هر روی امیدوارم که همه این نابسامانی ها با همت مردم ایران و با کمک خداوند، با یاری خداوند از میان بره. ساحل جواب سرزدن موج را نداد. ساحل جواب سرزدن موج را نداد. گویا فقط سکوت جواب سبکسری است. گویا فقط سکوت جواب سبکسری است. روز روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.